سلام، چرا بعضی مردم با واکسن مخالفن؟ پیش از اینکه در این باره صحبت کنیم یه سوال از شما میپرسم. میدونید چه کسی در طول تاریخ بیشتر از همه جون انسانها رو از مرگ نجات داد؟ بله، این آقا، ایشون ادوارد جنر، پزشک و دانشمند انگلیسیه که 225 سال پیش پدیده به نام واکسن رو کشف و به بشریت معرفی کرد. امروزه با واکسیناسیون هر سال جان میلیون ها نفر از مرگ و بیماری نجات داده میشه. خب حالا چطور بعد از گذشت 2 قرن و این همه شواهد که نشون میده واکسن ها بزرگترین نجات دهنده انسان ها از مرگ بودن، هنوز درصدی از مردم به واکسن اعتقادی ندارن، باهاش مخالفن یا دست کم با دیده شک و تردید بهش نگاه میکنن؟ حتی بعضی با ریختن توی خیابونا جون خودشون و دیگران رو در معرض خطر قرار میدن تا با یک پیشرفت علمی مخالفت کنن. این روزا معمولا مخالفت با واکسن از اطلاعات غلط و شایعات سرچشمه میگیره که در اینترنت و فضای مجازی پخش میشه. افرادی هم که این مطالب رو پخش میکنن معمولا یا واقعا اطلاعات علمی کافی ندارن یا دارن اما با اهداف و مقاصد مختلفی، مثلا برای جلب توجه یا مقاصد سیاسی این کار رو میکنن. تعداد این شایعات و اخبار جعلی اونقدر زیاده که اینجا فرصت پرداختن به همشون نیست، اما همه اونها بررسی شدن و هیچ کدوم مبتنی بر شواهد و مدارک علمی نیستن. خب من با بعضی از مخالفان واکسن مصاحبه کردم، ببینیم نظرشون چیه. بدن من خودش ایمنی داره، خیلی هم قوی هم، دیگه واکسن میخوای چیکار؟ خب اگه اینطور بود که تا به حال 200 میلیون نفر کرونا نمیگرفتن و 4.5 میلیون نفرشون فوت نمیکردن، ایمنی ذاتی ما کامل نیست و ما سعی میکنیم با واکسن اون ایمنی رو تقویت کنیم تا بیشتر زنده بمونیم و سالمتر باشیم. اصلا همه هدف پزشکی افزایش کیفیت و کمیت زندگیه. تخمین زده میشه که واکسیناسیون از سالی 2 تا 3 میلیون مرگ در دنیا پیشگیری میکنه و اگر واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه 1.5 میلیون نفر دیگه هم از مرگ نجات پیدا میکنن. این یعنی سالی 4 میلیون نفر. خب این فقط تعداد مرگه و اگر بیماری و از کار افتادگی و بقیه مشکلات رو هم بهش اضافه کنیم رقم خیلی بالایی میشه. واکسن چیه جانم؟ سطح بهداشت رفته بالا که بیماری ها کم شده. خب این نمودار رو ببینیم. این میزان بروز سرخک در امریکا در 1 قرن گذشته است. همونطور که ببینین از حدود 60 سال پیش که واکسیناسیون سرخک شروع شد، میزان بروز موارد جدید سرخک به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. خب سطح بهداشت که یه دفعه بهتر نمیشه، این به خاطر واکسیناسیون بوده. بررسی هایی که انجام شده نشون داده بچه هایی که واکسینه نشدن 23 برابر بیشتر سیاه سرفه گرفتن، 9 برابر بیشتر آبله مرغان و 6 برابر بیشتر به خاطر عفونت ریه در بیمارستان بستری شدن. یه مثال دیگه، هموفیلوس یه باکتریه که میتونه مننژیت و عفونت های تنفسی ایجاد کنه. از سال 1988 یعنی 33 سال پیش که هموفیلوس به برنامه واکسیناسیون امریکا اضافه شد، میزان مننژیت 99% کاهش پیدا کرد. توجه کنید 99%. خب این پیشرفت خیلی بزرگیه. متاسفانه این واکسن هنوز در ایران و بعضی کشورهای دیگه جزء برنامه واکسیناسیون نیست. چطور واکسن کرونا رو اینقدر سریع ساختن؟ معلوم میشه کار خودشونه. خب ببینید، ما با یه پاندمی مواجهیم که با کسی شوخی نداره، چون صدها شرکت دارویی و هزاران محقق از سراسر دنیا همزمان روی واکسن کار کردن، تونستن روند ساخت و تست واکسن رو سریع‌تر انجام بدن که هر چه زودتر جلوی گسترش کرونا گرفته بشه. الان با تکنولوژی جدید mRNA برای هر ویروس جدید ظرف کمتر از 1 ماه میشه واکسنش رو ساخت. این کار چینی هست بابا، خودشون ویروس رو ساختن که مردم رو بیچاره کنن. شرکت های دارویی هم که دیگه از خودشونه.
تا همین الان که اول مهر 1400 هست، هنوز هیچ مدرکی دال بر ساختگی بودن ویروس کرونا به دست نیامده. وگرنه امریکا که بزرگترین رقیب چینه، این مدارک رو تا به حال ارائه کرده بود. میدونی که ویروس کرونا احتمالاً از هزاران سال پیش وجود داشته و اولین بار حدود 60 سال پیش شناسایی شد. در 20 سال گذشته سارس و مرس رو داشتیم که جهش‌هایی از کرونا بودن. حالا اینکه این کرونای جدید هم یه جهش طبیعی دیگه است یا ساختگیه هنوز معلوم نیست و شاید در آینده مشخص بشه. حالا به فرض اینکه کرونا ساختگی هم باشه، بازم واکسن هنوز بهترین راه پیشگیریه. شنیدم خیلی ها تو ایران واکسن زدن بعدش کرونا گرفتن. متاسفانه این مشکلیه که در جاهای پر ازدحام ممکنه پیش بیاد. یعنی وقت صف واکسیناسیون شلوغ و مردم به هم نزدیک باشن، ممکنه افرادی در همون ازدحام کرونا بگیرن. اگر فاصله گذاری و ماسک رعایت بشه، خب این مشکل هم کمتر میشه. من دیابت و کلسترول و فشار خون و هزار تا مشکل دیگه دارم، یه عالمه هم دارو میخورم. این واکسن کرونا برام بد نیست؟ نه اصلا، حتما واکسنتون رو بزنید. هرچی مشکلات پزشکی بیشتری داریم، بیشتر در معرض کرونا هستیم. البته پیش از اون حتما با پزشکتون مشورت کنید. ببین داداش، این همه واکسن کرونا زدن، چرا هنوز جلوشو نتونستن بگیرن؟ متاسفانه ویروس ها از ما آدم ها خیلی فرسترن. یه نفر که کرونا دلتا داره، 7 نفر رو میتونه مبتلا کنه و اون 7 نفر هم هر کدوم 7 نفر دیگه و به همین صورت. یعنی یه نفر ظرف کمتر از 1 ماه میتونه 1000 نفر رو مبتلا کنه. یعنی ویروس با تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه، اما واکسن با تصاعد حسابی. به خاطر همین همیشه چند مرحله از ویروس عقبیم. تا وقتی که همه مردم دنیا واکسینه بشن، شاید اون موقع بتونیم بر این غول بیشاخودم غلبه کنیم. یک سری مواد افزودنی در بعضی از واکسن ها هست که اینها خودشان میتوانن مضر باشند. مثل خیلی خوراکی ها و داروها، بعضی واکسن ها هم مواد نگهدارنده ای دارن، اما هیچ کدومشون خطری ندارن. مثلا تیومرسال یه ترکیب جیوه است که به عنوان ضد عفونی کننده در بعضی واکسن ها هست، اما مقدارش خیلی کم و معادل جیوه موجود در یه دونه کنسرو ماهیه و به سرعت هم در بدن از بین میره. یا ترکیبات آلومینیوم برای افزایش اثر بعضی واکسن ها اضافه میشه، اما مقدارش بی نهایت کم و معادل مقداریه که در غذاها، آب آشامیدنی و حتی شیر مادر هست. یا ضد عفونی کننده فرمالدئید در بعضی واکسن ها هست، اما بدن ما به طور طبیعی این ماده رو داره و مقدارش تقریبا 60 برابر فرمالدئید موجود در واکسن هست. شنیدم واکسن ها خودشون میتونن یک بیماری هایی رو ایجاد کنن. تقریبا همه ما در بچگی واکسن زدیم و ده ها واکسن هم به بچه هامون میزنیم. خیالتون راحت باشه، اگر واکسن ها کوچکترین خطر و ضرری داشته باشن، بلافاصله بررسی و اعلام میشه. یه چیز یادتون باشه، پزشکا بیشتر از خود شما نگران سلامتیتون هستن. گفته میشه فقط در امریکا سالی 40 میلیارد دلار با واکسیناسیون صرفه‌جویی میشه. یعنی اگر واکسیناسیون نباشه، این مبلغی که باید صرف هزینه های بهداشتی درمانی بشه. بشر با واکسن تونسته تا به حال 2 بیماری رو ریشه‌کن کنه. یکی آبله که زمانی در اروپا از هر 7 بچه یکیشون رو از بین می‌برد و یکم فلج اطفال. خب ما دیگه امروزه این بیماری ها رو نمی‌بینیم. یادمون باشه هنوز 70% مردم دنیا به طور کامل واکسینه نشدن و احتمالاً چند سالی طول می‌کشه تا همه واکسنشون رو بزنن. اگر جزء اون 30% هستین که خدا رو شکر، وگرنه در اولین فرصت واکسنتون رو بزنید. ولی باز هم فعلا ماسک و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. با آرزوی تندرستی برای شما.